با نام خدا و سلام بر شما، بیننده بخش دوم یا آخر خط به گونه زنده از نور هستید. تنش‌های سیاسی مانع اصلی روند رشد اقتصادی در منطقه. رئیس اتاق تجارت سازمان سارک میگوید تنش‌های سیاسی در کشورهای منطقه به ویژه آسیای جنوبی سبب شده است تا رشد اقتصادی در منطقه با چالش مواجه گردد. این سازمان از وضعیت با وجود آمده ابراز نگرانی میکند و خواستار دریافت راه حل چالش‌ها است. اکنون از میزان تجارتی که میان افغانستان با سایر اعضای سازمان سارک انجام می شود 85% با پاکستان و 15% با هند تبادله کالای بازرگانی دارد. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع کشور نیز از این روند نگران است، اما تاکید می کند که حکومت وحدت ملی آماده حمایت از سرمایه گذاری در کشور است. عتیق الله نصرت رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع کشور می گوید دولت افغانستان مصمم است تا برای تمامی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زمینه‌های خوب سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم سازد. سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا با عضویت بنگلادش، بوتان، هند، پاکستان، مالدیو و سریلانکا در سال 1992 ایجاد شد و افغانستان در سال 2008 عضویت این سازمان را به دست آورد. این موضوع را بحث میکنیم با حضور میمونان گرامی آقایان آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و عبدالشکور سالنگی پژوهشگر امور بین الملل. میمونان گرامی به بحث خیلی خوش آمدید. آقای حافظی با شما آغاز میکنیم. اول اینکه در مورد خود سازمان سارک بگید که چگونه یک سازمان است، بیشتر چه کارهایی میکنه و چه نقش میتونه در افغانستان داشته باشه. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به شما مهمان گرامی، شما همکاران تکنیکی و همچنان بیننده های گران قدر تلویزیون نور. سازمان همکاری های اقتصادی جنوب آسیا یا سارک یک سازمان نسبتا معتبر است که از کشورهای مهم تشکیل یافته، هندوستان، بنگلادش و پاکستان اقتصادهای کلان هستند که در پالی از او باز مالدیف و نیپال و بوتان و افغانستان و سریلانکا هم حضور دارند که اینا هم جاذبه های اقتصادی خاص خود دارند هر کدامشان. ولی تا حال از زمان تأسیس ازی که قبلا در آغاز ما عضو ناظر بودیم و سال 2008 ما به ای پیوستیم و اتاق تجارت و صنایع و اتاق تجارت بین المللی بود، همی سند وصل شدن اتاق هم ما امضا کردیم که اتاق ما هم عضو اتاق سارک شد. در اینجا چند مشکل وجود داره. خود سارک ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی داره برای ازی که همکاری های منطقوی رو بیاره، ولی اختلافاتی که بین هند و پاکستان وجود داره این سبب میشه که از ظرفیت های سازمان سارک به گونه عالی استفاده شده نتانه. به طور مثال حائل بین افغانستان و هندوستان کشور پاکستان است و کشور پاکستان هم تی هندی را اجازه نمیده که از طریق راه کوتاه و راه زمینی به افغانستان بیه. اگر این موانع رفع شده بتانه افغانستان و دیگر کشورها میتونن از همگرایی های منطقوی انتیگریشن منطقوی سود زیاد ببرن. انتیگریشن یا همگرایی اقتصادی را میگن که هر چیز در هر جایی که ارزان تمام میشه و تولیدش مناسب است همونج تولید شود. سازمان سارک نگرانی کرده از اینکه چالش های سیاسی و تنش های سیاسی که در منطقه شکل گرفته روند رشد اقتصادی در منطقه را به چالش روبرو ساخته. حالا کشورهایی که عضویت این سازمان را دارند، 8 کشوری که عضویت این سازمان را داره، از چه میزان قدرت برخوردار هستند تا بتوانند حالا تصمیم دارن راه حل پیدا بکنن برای این مسئله؟ چقدر توانایی مبارزه با این چالش ها را دارن؟ قبل از اینکه رئیس سارک را بگم، ما خودمون این را گفتیم در مجلسات سارک هم این مسئله را ما مطرح کردیم و اینجا هم تقریبا همین نظر به یک نظر واحد تبدیل شده بین کشورهای عضو سارک. قدرت از اینا زیاد است چون سارک هم یک سکرتاریت سیاسی داره و اجتماعی و فرهنگی هم داره و همچنان اتاقای تجارت و صنایع سارک هم وجود داره که ما موضوعش هستیم. ولی اتاقای تجارت نمیتونه بالای دولت های مال نفوذ بکنه. ما فقط در نشست هایی که وزرای امور خارجی کشورها و وزرای مالیه و وزرای اقتصاد از یا نشست هایی دارن، در اونجا همون پیشنهاده را که داریم از طریق رئیس سارک و سکرتاریت از یا برزی ها ارائه میکنیم.
یکی چقدر اعتنا میکنن گپ دوم است. فعلا ما دستاوردی که داریم امی است که در بین کشورهای سارک ما یک ویزی واحد ایجاد کردیم به نام ویزی سارک، استیکر سارک است. امور که نصب کنن ویزی یک کشور که بگیری اما استیکر که نصب شد و 8 کشور دیگه شما ضرورت به ویزه ندارین. و ای برای متشبسین درجه اول ما و اعضای هیئت رهبری و اتاقهای مربوطه و همچنان برای کسایی که اعضای پلاتینیم و اعضای وی ای پی اتاق هستن برای از این امکان میسر است. سپاسگزارم آقای سالنگی. حالا برداشت شما در مورد این که سازمان سارک اعلام کرده که اما بخش تجارت و صنایع سازمان سارک گفته چالش ها و تنش هایی که در منطقه وجود داره از برآمده از دل ناامنی ها و مسائل سیاسی سبب شده که روند رشد اقتصادی در کشورهای منطقه جمله کشورهای جنوبی آسیا به چالش مواجه شده و به کندی پیش بره، فکر میکنید این چالش ها چی بوده و کشورهایی که بیشتر در این چالش ها نقش داشتن کدام کشورها بودن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام خدمت شما میهمان عزیز و بینندگان محترم تلویزیون نور. خب طبیعی است که سازمان سارک از دل دیدگاه منطقه گرایی بیرون آمده و منطقه گرایی هم بیشتر تجربه موفقش ما در قاره اروپا شاهد هستیم. بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص بعد از دهه 60 و 70 رویکردهایی را که اروپایی ها روی دست گرفتن حتی روز تا روز به تغییر ماهوی در کل دیدگاه رهبران کشورهای اتحادیه اروپا منجر شد و حتی امروزه میره به طرف یک کنفدراسیون تبدیل شود. با توجه به این و با الهام از این مناطق دیگه هم در زمان که فضای نظام بین الملل دو قطبی بود شروع کردن به کپی برداری از تفکر اروپایی و دیدگاه منطقه گرایی. یکی از او دیدگاه ها سارک هست. سارک توسط رئیس جمهور بنگلادش در سال 1981 حتی پیش از او مطرح شده بود، خود در سال 1982 تقریبا این سازمان تشکیل شد با عضویت 7 کشور که بعد از عضویت افغانستان در سال 2008 تقریبا 8 کشور اینا عضویت دارن. اهداف عمده ای که سارک داره یک سازمان کاملا غیر امنیتی و تا حدود غیر سیاسی است. یعنی بخش های بیشتر توسعه ای را در بخش زراعت، در بخش توسعه انسانی، توسعه فرهنگی و همینطور ارتباطات نزدیک تجاری بین کشورهاست. اما عوامل متعددی که باعث شده که حداقل سازمانی که حتی سازمان کاملا غیر امنیتی است و حتی تا حدود سازمان سیاسی امنی است چرا موفق نیست و بعد از حدود 3 دهه از تشکیلش هنوز ما توفیقات خیلی خوبی را شاهد نیستیم در این سازمان. خب عوامل خیلی متعدد است، حتی ریشه داره عوامل در نظام بین الملل که در دوران فضای نظام دو قطبی این فضا خیلی تاثیرگذار بود، برای این تقریبا در هم میشکست تمام دیدگاه های منطقه گرایی را، اما فشاری را که سطح سیستمی وارد میکرد. موارد خیلی زیادی وجود داره، پاکستان خیلی گرایش به ایالات متحده داشت، هندستان و سایر کشورها همینطور، اینا چند دسته شده بودن و مانع میشد که یک دیدگاه واحدی در سار بین کشورها ایجاد شود. خب بعد از فروپاشی شوروی تقریبا کماکان فضا به گونه شد که خیلی امیدواری ایجاد شد که سازمان های مانند سارک بتونه نقش آفرین بهتری در نزدیکی و همگرایی بین کشورها ایجاد بکنه. اما باز هم ما شاهد کمکاری ها در سازمان سارک هستیم و عوامل خیلی اساسی و اصلی از او یکی تفکر دیدگاه جهان سومی است در بین کشورها. اگر خیلی از ادوارد سعید دور نشیم یک نوع تفکر در بین کشورهای جنوب آسیا که فعلا سارک مورد بحث است وجود داره که در اینجا دموکراسی خیلی نهادینه نیست، اکثرا حکومت ها یکی پی دیگر می توسط انقلاب ها و همینطور توسط کودتا ها چیزی را در پاکستان ما شاهد بودیم. از کشورهایی که عضویت این سازمان را داره هندوستان است و هند یکی از کشورهای قدرتمند منطقه است، این فکر میکنید چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ عرض میکنم در راستای همین خدمتتون که با این تفکر وجود داره و مانع میشه که کشورها با هم دیگه همگرا شوند. از طرف دیگه فضای امنیتی بین کشورهای قدرتمند سارک به خصوص هند و پاکستان یکی از مؤلفه‌های اساسی و تاثیرگذار بالای عدم همکاری و نزدیکی بین این کشورها شده. خب پاکستان و هندستان در یک پیوستگی جغرافیایی قرار دارند و او طرف پاکستان تقریبا هندستان کشورهای دیگه عضو سارک هستند، حالا که افغانستان هم شامل سارک شده. در واقع باز این منطقه به دو بخش به اصطلاح از افغانستان اگر حساب کنین به دو بخش تقسیم شده. فضایی که بین هند و پاکستان وجود داره و این فضا خیلی امنیتی است،
هر دو تا کشور سعی میکنند که بالای این سازمان تسلط بیشتری داشته باشند، بخصوص هندوستان که قدرتمندتر نسبت به هندوستان و بعد از فروپاشی شوروی و حتی بعد از اتفاق 11 سپتامبر هندوستان خیلی خوب نقش آفرینی میکنه، خیلی فعال است. اما این دیدگاه این میتونه به نوع حساسیت پاکستان در قبال داشته باشه. حتی عضویت افغانستان به عنوان پیشنهاد عضویت افغانستان توسط هندوستان خودش حساسیت پاکستان در قبال داشت و این باعث میشد که به اصطلاح پکت هندوستان در منطقه در بین سازمان خیلی بیشتر شود و هندوستان بتونه این سازمان را به نفع خود مدیریت بکنه. پاکستان به عنوان یکی از کشورهای خیلی قوی بعد از هندوستان در این سازمان همواره بر سر فضای سازمان خیلی تاثیر داشته و بیشتر جلساتی را که برگزار میشه، حتی جلسات سالانه که توسط سران کشورها باید برگزار شود، در موارد خیلی زیادی برگزار نشده. مثلا حالا بحث دیگری که مطرح میشه در میان این است که افغانستان قبل از اینکه عضویت رسمی این سازمان را به دست بیاره عضو ناظر بود، اما به خواست هندوستان یکی از اعضای برجسته این سازمان وارد سازمان سارک میشه و بعد میبینیم که گزارش های می و نشست های برگزار میشه که اینکه روند رشد اقتصادی در این سازمان در این حوزه به چالش مواجه شده. فکر میکنید این بازی هایی که میان پاکستان و هندوستان است چقدر توانسته واقعا تاثیرگذار باشه در این روند؟ ببینید اولا که رشد اقتصادی که میگیم در اینجا بیشتر رشد اقتصادی معطوف به تنها کشورها نیست. اگر در نظر بگیریم رشد اقتصادی هند خیلی خوب است و از پاکستان هم تا حدود نظر به مشکلاتی که داره و کشورهای دیگه عضو سازمان سارک، اینا به گونه فردی رشد اقتصادی خوب است، فقط افغانستان است که یک دو سال میشه وضعیتش بدتر شده. این بیشتر بر ارتباط اقتصادی بین کشورها انتقاد وجود داره که درست است که رشد اقتصادی در این منطقه خیلی زیاد است، ظرفیت‌های خیلی خوبی در این منطقه وجود داره، تقریبا بزرگترین سازمان از لحاظ جمعیتی سازمان سارک است و همینطور بزرگترین سازمانی است که کشورهای در حال توسعه در آسیا شامل از این سازمان است و این باید خوب عمل بکنه. در بخش اقتصادی اینا پیوستگی‌های دارن، از لحاظ آب اینا به اصطلاح خیلی در یک به اصطلاح پایین دستی و بالا دستی قرار دارن و همینطور در بخش زراعت و سایر بخش‌ها در حمل و نقل ارتباطات. اما چرا از این ظرفیت خوب استفاده نمیشه؟ دقیقاً این ظرفیت برمیگرده به او الگوهای دشمنی سازی که در منطقه وجود داره و این الگوهای دشمنی ساز همواره تشدید میشه توسط رهبران کشورها. پیشتر خدمتتون عرض کردم یکی از مؤلفه‌های اصلی برای عدم همگرایی بیشتر عدم دموکراسی‌های قوی و بنیادی در این منطقه است. خب رهبرای کشورها به عنوان تصمیم‌گیرندگان اصلی در این کشورها عمل میکنن و منافع ملی هم که ترسیم میشه بیشتر با توجه به او دیدگاه حاکمه است که در سطح کشورها قرار داره، نه دیدگاه منافع عام مردم. این باعث میشه که به نوعی بخصوص توسط پاکستان و بعد از عضویت افغانستان که در سازمان آمد، پاکستان دیگر هیچ نوع لطفی بر سازمان سارک نداشت. حتی قوی شدن سازمان سارک و همکاری بیشتر بین کشورها در این سازمان به اصطلاح در یک بازی حاصل جمع صفر به ضرر خود میدود و به نفع هندوستان بود، چون فضای امنیتی که در جنوب آسیا وجود داره و فضایی که تقریبا قبلا دو قطبی بوده و حال با قوی شدن هندوستان و همکاری نزدیک هندوستان با ایالات متحده، این فضا تقریبا میره به طرف یک قطبی شدن و پاکستان شدیداً از این فضا ناراض است و هر کاری که لازم باشه پاکستان انجام میده تا سازمان سارک نتونه در چنین یک شرایطی که کشورهای منطقه که عضویت این سازمان را دارن از این فرصت بیشتر کدام کشورها میتونن به عنوان یک فرصت استفاده کنن؟ خب همه کشورها سازمان هایی که ایجاد میشن سازمان ها صرفا برای ایست که فرصت سازی بکنن، یعنی کشورهایی را که پراگنده وجود داره اینا را متحد بسازه و در بخش هایی که این کشورها هر کدام خوبتر عمل میکنه این بخش ها را شریک بسازن با یکدیگه تا در کل یک نوع رشد اقتصادی و همگرایی اقتصادی در بین از این کشورها ایجاد شود، چیزی که در اروپا ما شاهد از او هستیم. اما حداقل در این شرایط فعلا شرایطی که حاکم است هندوستان خیلی خوب از این سازمان میتونه نفع ببره، به دلیل همسایگی هندوستان از لحاظ جغرافیایی با کشورهای عمده عضو این سازمان و همینطور رشد اقتصادی خوب هندوستان میتونه به اصطلاح هندوستان تشویق به این بسازه که تا همکاری خود بیشتر بسازه با او کشورها. فقط موضوع افغانستان پیشتر جنابم اشاره فرمودن که موضوع افغانستان به دلیل گسست جغرافیایی با هندوستان همواره یک موضوعی که خیلی چالش برانگیز در این راستا وجود داره که با انقطاع از این گسست جغرافیایی و مداخله پاکستان و به اصطلاح سنگ اندازی پاکستان در
نزدیک شدن بیشتر بخش غربی هندستان باشه با بخش شرقی، این به اصطلاح میتونه بیشتر به ضرر پاکستان باشه و پاکستان همواره این کار میکنه که تا نتونه این سازمان یک سازمان خوب باشه. سپاسگزارم آقای حافظی. حالا سازمان سارک آنچه که توجه داده شد این که یک سازمان سیاسی نیست، بیشتر نگاه معطوف به اقتصاد و منافع مباحث اقتصادی داره، اما سازمان سارک اعلام میکنه که تنش‌های سیاسی در منطقه سبب شده تا این سازمان و این کشورهایی که در این منطقه وجود دارن حضور دارن نتوانن به درستی و روندی که متوجهشان است حرکت بکنن. فکر میکنید حالا اگر کشورها دخالت سیاسی نکنن آنچه که بد پیش بینی شده چگونه بررسی خواهد شد در آینده؟ طوری که رئیس اتاق تجارت سارک هم با صراحت گفت، این موضوع تنش‌هایی که بین کشورها وجود داره نه تنها سبب متوقف شدن آهنگ رشد اقتصادی در خود کشورها میشه، بلکه همگرایی اقتصادی انتگریشن اخلال میکنه. و شما میدونید که در گلوبالیزم یا در جهانی شدن کشورهای زیادتر آسیب میبینن که قیمت تمام شده کالا در اونجا بالاست و یا قدرت رقابتی نمیداشته باشن. ما از یک امکانات خوب برخوردار هستیم، مثلا تکنولوژی که در هند است و صنایعی را که بعد از هند در پاکستان و همچنان در بنگلادش در صنایع نساجی تقریبا در دنیا در تولید کتان جای اول داره بنگلادش فعلا. اینا اعضای سارک هستند، میتونن در یک همگرایی با همکارهای بزرگی بکنن. اگرچه جدیدا بانک انکشافی آسیای جنوبی طرح ریخته شده، در جلسه اخیر که ما اونجا بودیم بانک یا نهایی کردن و این بانک تأسیس خواهد شد و چینایی ها هم علاقمند هستند که در این بانک سرمایه گذاری بکنن و این را به یک عامل برای رشد منطقوی تبدیل کنن. و چین هم علاقه داره که عضویت سارک داشته باشه و تمایل زیاد وجود داره، به غیر از هندوستان دیگه کشورها میخوان که چین هم عضو سارک شوه. اگر چین عضو سارک شوه گستره ازی بسار وسیع میشه. حالا اگر این سازمان در محور تنش‌های سیاسی باقی بمونه، واقعا چین که خواهان عضویت در این سازمان است عضویت به دست میاره؟ خب عالم نشست چیزایی هست، نشستهایی در کومینگ یک شهر چین است، هر سال ما یک نشست داریم به اونجا، همه کشورهای سارک هم در اون میان با هم یک جای نشست داریم و چینایی رو میزبانی میکنن و چینایی ها توجه بسیار زیاده به کشورهای جنوب آسیا دارن، نه تنها به عنوان بازار بلکه به عنوان یک همتا و به عنوان شریک خود. چنانچه با هندوستان حجم تجارت چین چندین مرتبه نظر به سالهای گذشته بالا رفته و او هم تشنج را که بین خود داشتن به لحاظ سرحدی و را تقریبا در این نشست هایی که از طریق سارک صورت گرفته کاهش دادن. و این نشست ها البته سیاسی هم است، به خاطر از اینکه در هر نشستی که ما وجود داریم سفرهای از این کشورها هم نشست می داشته باشند، دیگه کمیته وزرای امور خارجی از هم جلسه می کنند، کمیته وزرای مالی هم هستند، یعنی در سطح دولت و در سطح بخش خصوصی است. مشکل اساسی ایست که بخش خصوصی متوجه است که منفعت در کجاست، چی کار باید صورت بگیره و تقریبا هم آهنگ عمل میکنن. مثلا رئیس اتاق پاکستان هم نظر ماست در مورد از این که این سیاست های بازدارنده سبب ضرر نه تنها برای افغانستان و برای هندوستان میشه، بلکه برای پاکستان هم به عنوان یک کشور که دالیز ترانزیتی بین آسیای مرکزی و بین آسیای جنوبی و هند و اینجاست خود صدمه میبینه. اینا میتونن حق ترانزیت بگیرن یا میتونن که ارادجات از یا خط آهن از یا بسیار فعالانه کار بکنن، از او سود ببرن. دیگه سیستم های خدماتی از یا مانند هتل ها رستوران ها اگر یک روابط درست داشته باشن، مردم آسیای مرکزی علاقه دارن که برن هندوستان رو ببینن، طریق پاکستان خود پاکستان رو ببینن، باید رفع ویزا صورت بگیره و یک سلسله تسهیلات دیگه فراهم شوه. اما هنوز تشنجاتی که وجود داره مانع پیشرفت اقتصادی است. حالا در این میان بیشتر مقصر کدام کشورهاست؟ بیشتر دخالت را کدام کشورها دارن در این روند؟ خب یک چیز دیگه بر شما ما باید بگویم که ایست که یک قضاوت های خود ماست، یک قضاوت های ناظرین بی‌طرف. در قضاوت های ناظرین بی‌طرف همین رقمی که ما میگیم کل مسائل ملامتی رو به دوش پاکستان نمیندازن. یکی از گپایی که میگه شما وقتی که به عنوان یک کشور حق حاکمیت ملی یک کشور قلمرو سیاسی از ضرورت تهدید میکنین و او را به تجزیه فرا میخورین، او را حق دفاع داره. و دیگه ای که سازمان ملل متحد پاکستان با همین حدودش به رسمیت شناخته.
ما چند را داریم برای حل از این معضله. تمام جنجال های ما از این ادعای ارضی مقابل پاکستان نشت میکنه. اگر ما خط دیورن را به رسمیت نمیشناسیم، باید اقدام بکنیم که مقدار مشخص و دقیق سیاست ما باشه. اگر او را جامعه بین المللی چرا به رسمیت میشناسه؟ تشنج از همینجا نشت میکنه که ما تمامیت ارضی پاکستان با ادعای ارضی که داریم که میگم قلمرو ما است تا قسمت های جیلم و اتک و اینا، ای یک کس دیگه ما رو بگه که مثلا تا با چیز سالنگ شمالی از ماست یا سالنگ جنوبی، واقعا که ما با جنگ آماده میشیم دیگه. به این خاطر عرض ما است که این موضوع را باید دیپلماسی فعال ما داشته باشیم. این تا ابد نمیتونه دوام کنه. بیش از 100 سال شد که میگه پس، مخصوصا از تاسیس پاکستان تا به امروز مایه دردسر برای همه کشورها این خط دیورند است. در مورد خط دیورند باید یک تصمیم قاطعی بین المللی گرفته شود. باید حال خود ما یک کشور منزوی هم نیستیم. ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد ما در کنار ما قرار داره. کشورهای اتحادیه اروپا با ما هستند و همچنان ژاپن از متحدین ما است. حالا همکاری این کشورها چقدر میتونه افغانستان را کمک بکنه؟ میتونه. ما باید واقعی بین باشیم. یک مشکل اساسی است که سیاستایی را که هم پاکستان اعمال میکنه هم ما اعمال میکنیم، هم بین هند و پاکستان است، سیاستای دوران جنگ سرد است، سیاستای دوران جدید نیست، سیاستای مربوط به گلوبالیسم نیست. حالا دنیا به طرف یک حکومت جهانی واحد حرکت میکنه. وقت جان کریم اینجا برای ما از تعیین تکلیف میکنه. نه خود چیز است است که ما قبلا هم گفتیم وقتی که می حکومت وحدت ملی آمد، ما گفتم که ما خود ما به حیث مردم افغانستان بر سر تقسیم قدرت جور نیامدیم. حال ما جزوی از ورلد منیجمنت شدیم، بخشی از اداره جهانی شدیم. همین اداره جهانی در پاکستان هم است. پاکستان هم چیزی که بخوای کردن نمیتونن، هندوستان هم این کار کردن نمیتونن. تعاملات بین او چیزای سابق قال تغییر کرده. حالا به طور مثال او روز وزیر دفاع آمریکا آمده بود با وزیر دفاع هند مذاکره داشت و مذاکرات از یا بر سر همگرایی نظامی بود. اینا گفتن که ما حق استفاده از پایگاه هم دیگر هم میخواییم پیدا کنیم. این حد اعلای مناسبات نظامی بین دو کشور است که در شرایط خطر پایگاه یکی دیگر به اختیار هم دیگر قرار میتن. یعنی به این معنی که او هندوستانی که یک وقت در ساحه نفوذ اتحاد شوروی قرار داشت، حال خود هندوستان از روسیه که زیاد تولید داره. این خبر دارین؟ بله. که روسیه تولید ناخالص ملیش فعلا از هندوستان، از روسیه که بالاست از هندوستان. به این خاطر او در سابق اتحاد شوروی به اندازه آمریکا تولید داشت و هندوستان جای 49 در تولید ناخالص ملی دنیا داشت. سپاسگزارم. ولی امروز عرض ما به حضور شما است که همی تعاملات و مؤلفه هایی که وجود داشت، همی ارتباطاتی که وجود داشت و از ریشه دگرگون شده. یعنی که هندوستان و یک کشور نیست که حالا از روسیه حساب ببره. سپاس. بله. این بحث رو پس از این میان برنامه دنبال. درود مجدد همچنان بیننده آخری خط به گونه زنده از نور هستید. آقای سالنگی، حالا تنش‌های جدیدی که در منطقه در حال شکل گرفتن است و شکل هم گرفته، تنش‌های چالش‌های امنیتی، فکر می‌کنید این چالش‌ها چقدر می‌تواند تاثیرگذار باشه، یعنی تاثیر منفی داشته باشه بر روند رشد اقتصادی در حوزه کشورهای جنوبی آسیا و اینکه با توجه به نگرانی‌هایی که سارک نشان داده از خودش؟ خب در یک نگاه کلی اگر بخوایم متغیر مستقل و وابسته در نظر بگیریم، به هر میزانی که مسائل امنیتی در بین کشورها زیاد باشه، حاد باشه، چیزی را که بوزان به او خیلی تاکید میکنه، به او اندازه همگرایی منطقه پایین میشه و در منطقه جنوب آسیا فضای امنیتی خیلی شدید است. حتی فضای امنیتی به مراتب شدیدتر از فضای دوران جنگ سرد است، به خصوص که بحث چین هم در این منطقه وجود داره، بحث حضور ایالات متحده وجود داره و در یک به اصطلاح جنگ نااعلان شده و غیر رسمی کشورهای بزرگ در جنوب آسیا با همدیگر رو در رو هستند. ایالات متحده خیلی با هند نزدیک شده و حتی مذاکرات هم که صورت گرفته در اختیار گذاشتن پایگاه هوایی و دریایی زمینی یکی دیگر در موارد خاصی و بحث فعال شدن بیشتر چین در دریای چین جنوبی و همینطور در اقیانوس هند
اینا همگی باعث میشه که فضا در سطح سیستمی به اصطلاح متشنج شود، چی برسه که ما در سطح داخلی منطقه‌ای. البته یک توضیح هم عرض کنم خدمتتون که بحث جهانی شدن با بحث منطقه‌گرایی در یک به اصطلاح حالت متناقض قرار داره. ما به هر اندازه‌ای که جهانی شدن گسترده شود، چیزی را که ایالات متحده می‌خواهد، یعنی ادغام سازی تمام کشورها در تجارت جهانی که ایالات متحده به عنوان نظم هژمونیک را ایجاد کرده بود چند سال پیش. اما منطقه گرایی چیز دیگری میگه که بیشتر منطقه ها باید با هم دیگه همگرا شوند و این همگرایی در سطح منطقه‌ای خیلی نیاز است و ضروری است که در سطح جهانی باشه. چون حالا اگر این منطقه گرایی که شکل گرفته در عصر جهان شدن و حالا تا چیزی که در برابری هم قرار میگیرند، اگر مدیریت درست نشوه و اینکه کشورها در گروه هایی که عضویت میگیرند درست مدیریت نشوه و فزون طلبی های داشته باشند، سرانجام مسئله به کجا خواهد کشید؟ خب این بخشی از این مدیریت، بخش از مدیریت منفی توسط ایالات متحده به عنوان ابرقدرت جهان میشه. حضور ایالات متحده در جنوب آسیا بخصوص بس عضویت ناظر، فعلا عضو ناظر هم در سازمان سارک است و قدرت های دیگر هم عضو ناظر هستند. اما ایالات متحده بیشتر به دنبال از این است که کشورهای منطقه را آزاد بگذاره که اینا بتونن در قالب سازمان مانند سارک همگرا شوند، چون در این صورت حضور ایالات متحده دیگه الزامیت پیدا نمی کنه. باید در سطح سیستمی عرض میکنم خدمتتون، ایالات متحده همواره مسائل تراشی بکنه، مسائل امنیتی بسازه به نوعی غیر مستقیم تا کشورهایی که نیازمند خود احساس میکنن در ابعاد نظامی و سیاسی اینا نزدیک شوند به ایالات متحده. فعلا گزینه خیلی خوب و اساسی برای ایالات متحده هند است. هند هم خیلی مشتاق به حضور ایالات متحده و با توجه به نفعی که هند از وجود ایالات متحده میبره در رقابت کلانی که با چین در منطقه درگیر است و همینطور با رقابت خورتری که با پاکستان است. البته امروزه هند خیلی پاکستان سیال خود حساب نمیکنه و از دایره رقبای جدی پاکستان خارج شده برای هندوستان، اما چین همواره وجود داره. بحث دیگه مربوط به خود کشورهای قدرتهایی که در داخل آسیا هستند میشه. چین به عنوان قدرت خیلی کلان همواره در صدد به اصطلاح است که حضور خود تسجیل بسازه و حضور ایالات متحده را کم رنگ بسازه. ظرفیت هایی که در خود چین میبینه در صدد است که کشورهای سارکه به طرف خود بکشانه. علاقمندی چین هم به عضویت در سازمان سارک حالا اگر قرار است که چین عضویت این سازمان را به دست بیاره، در حالی که هندوستان و پاکستان جمله کشورهای قدرتمند منطقه هستند، با حضور چین در این سازمان با توجه به نگرانی هایی که فعلا وجود داره، آینده تنش ها و همگرایی های منطقه را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید به نظر من ریشه تنش ها یک ریشه که پیشتر خدمتتون عرض کردم تفکر جهان سیومی، البته جای بحث نیست که ما باز کنیم، به او برمیگرده. بحث دیگه به این برمیگرده که خب هر کشوری در یک سازمان، به خصوص در سازمان های ناموفقی که در آسیا وجود داره، به ده ها مورد از این سازمان ها است، ایکو هست، سارک هست، سازمان کنفرانس اسلامی است، البته شانگهای یک کمی متفاوت از نسبت به اینا. عدم کارکردی خوب از این سازمان ها برمیگرده به او فضایی که بین از این کشورها وجود داره. در سارک هند میخواهد به اصطلاح طرفدارای خود بیشتر بسازه، با تشویق هندستان برای حضور در سارک هم به می منظور بوده و کشورهایی که در آشیای هندستان قرار داره، در واقع هندستان به اینا رشوه میپردازه که اینا همواره به اصطلاح در محور هند بچرخند. اما پاکستان خیلی علاقمند است که کشور قدرتمندتر دیگه منطقه را که رقیب جدی برای هندستان میشه، چین وارد سازمان سار کنه که تا حداقل وزنه پاکستان بتونه علیه هندستان هم به اصطلاح به یک تعادل برسه. خب در این زد و بندها ضرر متوجه کشورهای خود منطقه است و متوجه وجود سازمان است، چون فلسفه وجودی سازمان ها برای است که همگرایی تجدید شود. اما وجود سازمان ها و زد و بندهایی که در داخل سازمان ها وجود داره و همینطور گروه بندی هایی که وجود داره، از یک طرف سازمان ها را خیلی سطح کارکردیشان را پایین میره و از طرف دیگه پای بازیگران بیرونیه که در اینجا منتظر به اصطلاح کسب منافع و جایگاه هستن، پای اونا را در منطقه باز میکنه که ایالات متحده به عنوان از اون کشور. حالا این تنش ها یا به قول شما زد و بنده هایی که در داخل این سازمان ها وجود داره، جمله در سارک، ناشی از چه مسائلی است؟ چه چیزی در این مسائل دست داره؟ خب اگر موردی بحث بکنیم، البته کشورهای سارک تقریبا کشورهای مانند بنگلادش، بوتان، سنگاپور، این کشورها، سریلانکا، اینا فضایشان خیلی امنیتی نیست. اینا فضایشان خیلی خوب است، مستعد است برای اینکه همکاری و همگرایی در اونها زیاد شود. اما در سطح کلان بین
هندوستان و پاکستان دشمنی های تاریخی دیرینه وجود داره که این دو تا کشور اصلا برمان دو تا کشور متحد در یک سازمانی که مانند سارک باشه روی یک میز نمیاره. بحث مشکل افغانستان با پاکستان پیشتر حافظی صاحب اشاره کردن، این بحث هم خیلی جدی است. حتی امروز در امایشی که برگزار شده بود، رئیس جمهور قبلی افغانستان باز دوباره هم زخم کونه جنگ افغانستان با پاکستان مطرح ساخت. خب این جنگ وجود نداره عملا، ما بین افغانستان و پاکستان، بین هندوستان و پاکستان جنگی وجود نداره، اما این تفکر جنگی و ذهنیت سازی و ایجاد فضای جنگی یا به قول الکساندر وند اجتماع جنگی باعث میشه که خب همگرایی دورتر شوه و مؤلفه های دشمنی تقویه شوه و کشورها به جای اینکه رویکردهای اقتصادی که میتونه نزدیک بسازه کشورها را، تجربه شام در دنیا ثابت شده، این را کنار میگذارن و بیشتر به دنبال رویکردهای نظامیگری هستن و به دنبال تقویه بنیه های نظامیگری هستن که این عموم معمای نظامی جانهی که بیاد میاره که خب نیات خصمانه ایجاد میکنه در کشورها که خب هندوستان وقتی که اکسلای استهی آزمایش میکنه در حالی که مدعی هم است که میخواه همگراش و با پاکستان در سازمان سال، خب این به این معنی است که پاکستان دشمن هندوستان است و اینجا حساسیت خلق میکنه و اگر هندوستان افغانستان کمک میکنه خیلی زیاد برای پاکستان این ذهنیت خلق میشه که خب هندوستان حتما در پی تضعیف جایگاه پاکستان در منطقه است. در کل اینا میتونه با عنوان چالش های عمده و چالش های و موضوعاتی را که میتونه کارکرد مثبت یا منطق کارکردی سازمان را خیلی پایین بره و حتی در حد بسیار به اصطلاح ناچیز و نازل تنزل بده. در سال 2008 افغانستان عضویت این سازمان را به دست میاره. با توجه به تنش هایی که میان هندوستان و پاکستان وجود داره و این بر سر افغانستان، هر از گاهی دولت افغانستان اگر میخواهد با پاکستان نزدیکی داشته باشد فریاد هند بلند میشه و اگر میخواهد با هندوستان نزدیکی داشته باشد صدای پاکستان. فکر میکنید عضویت افغانستان در این سازمان چقدر تاثیر داشته در این روند؟ اصلا عضویت اگر تخصصی خیلی بحث نکنیم، به شکل کلیش عضویت افغانستان در سازمان سار برای افغانستان به او اندازه را که خیلی گفته میشه فایده نرسانده و حتی حساسیت بیشتر تنش‌ها، حتی بیشتر حساسیت بیشتر پاکستان به دنبال داشته و پاکستان همواره در صدد از این باشه که جایگاه هندوستان در افغانستان تضعیف بکنه از یک طرف و از طرف دیگه پاکستان اجازه نده که دولت حکومت قوی در افغانستان شکل بگیره تا این دولت حکومت قوی بتونه با همگرایی با هندوستان جایگاه پاکستان در منطقه تضعیف سازه. سپاسگزارم. آقای حافظی، شما رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان هستید و از جزئیات و کلیات مسئله بیشتر آگاهی دارید و در نشست های مهم سازمان سارک و سازمان های دیگر منطقه و بین المللی هم شرکت کردید. آنچه که افغانستان پس از عضویتش در سازمان سارک به دست آورد و آنچه که سازمان سارک برای افغانستان انجام داد چی بوده؟ عضویت افغانستان در سازمان سارک و سازمان های دیگر منطقوی امر مفید است، به خاطر از اینکه ما در اونجا فرصت پیدا میکنیم که با 8 کشور مسائل خود را مطرح کنیم. اگر یکی در اونجا مخالفت میکنه که بخش خصوصی همی کشورها مخالفت نمیکنن. مثلا ما در همی جلسات که داریم تقریبا نظر واحدی در سازمان سارک وجود داره با عقلانیت اقتصادی که سیاست های دولت ها در بعض موارد نه تنها تسهیل نمیکنه رشد اقتصادی را، بلکه صدمه میزنه. این نظر تنها ما نیست و نظر همه اعضا از جمله مو هیئت نمایندگی پاکستان که در اونجا میان. دنیا آهسته آهسته تغییر کرده میره و همین معادلات قبلی در حالت ضعیف شدن است، مخصوصا در عمل. همیال ما تصور میکنیم که بین هند و چین روابط باید خوب نبوده باشه، ولی حجم مبادلات از او 10 برابر شده در 8 سال گذشته. بین هند و پاکستان هم رقم روابط تجاریشان 3 برابر شده و اینا عقلانیت اقتصادی حکم میکنه که پشت از او گپای کنه در کس نگرده، به خاطر از اینکه مردم نان میخواین، مردم نیاز به نفوذ زیاد شده میره. ولی عقلانیت، این عقلانیت اقتصادی چقدر در این سازمان، در این کشورهای منطقه واقعا وجود داره؟ در رهبری او فشار، یک فشار واقعی فیزیکی است. مثلا در خود افغانستان شما میبینین که بتنگ شد مردم به جنگ میشه. 300,000 نفر که فرار کرد رفت، خوی شوخی نیست، مزاق نیست. دولت باید خود تغییر بده، دولت باید پالیسی های خود اثر تنظیم بکنه. در غیر از این خود نارضایتی عمومی وجود میاد و فاصله بین دولت و مردم زیاد شده میره.
و به براندازی دولت مردم اقدام میکنن. تو نیست که هرچی که بخواین امور رقم کده برن و مردم مثل گوسپند وار استعمال کنن. او تو نمیشه. ملت ها حال نظر به گذشته در صحنه بیشتر هستن. به خاطر از اینکه اول خو همی میدیا وجود داره، دیگه حضور قدرت های بزرگ در منطقه، مثلا ایالات متحده آمریکا وقتی که میاد اینجا افغانستان جزوی از مدیریت جهانی تصور میکنه، این یک مسئله شوخی نیست. یک افغانستان منزوی که سلطنت طلبا همیشه میگفتن که ما بسیار زیاد وقت ما خوب بود، به خاطر که برای یک چند ساعت آیزنهاور آمده بود به افغانستان در 41 سال سلطنت پادشاه. حالا هر روز رئیس جمهور یک کشور در افغانستان میه، هر روز صدر اعظم یک کشور میه، هر روز هیئت نمایندگی از و به رهبری وزیر خارجهشان یا وزیر مالیشان در افغانستان میه، سازمان های منطقوی رو ما میزبانی میکنیم. همیل در کابل جلسه هیئت رهبری اتاق اتحاد صنایع سارک دایر شد. ما در یک از انزوای تاریخی خود برآمدیم، دو کپسولا دیگه قرار نداریم. به این ترتیب حضور فعال ما در منطقه بسیار خوب است. منتها ما بعضی مشکلات تکنیکی داریم. یک مشکل تکنیکی ما است که گاهی کسایی که افغانستان نمایندگی میکنن حتی زبان خارجی نمیفهمن. وقتی که میرن در اونجا با مترجم میرن، مترجم باز مو ترمینولوژی یا مو مسئله نمیفهمه. یک آمادگی قبلی در این مورد وجود نداره. حدود مناسبات ما با کشورهای سارک به درستی تعیین نمیشه. از منافع افغانستان اول خبر نداریم، برای اینکه منافع ما تعریف نشده است هنوز. فعلا میال اجالتا ما و شما خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت مقصد دولت نداریم. سپس. حدود مناسبات بخش خصوصی و سازمانهای منطقوی در او تعریف نشده باقی مانده. بنابراین ما کار خانگی خود انجام ندادیم، اما در مجموع خود سازمان سارک عضویت در او به نفع افغانستان است و ما اگر از او بهره گرفته بتانیم خوب است. مثلا اگر ما پاکستان نیست و از طریق هوا میتونیم با بنگلادش معامله کنیم، میتونیم با سریلانکا معامله کنیم، میتونیم با مالدیف که یک کشور توریستی بسیار کلان است خرطرک است ولی بسیار فعال اکتیو. در عصر جهان شدن به همان اندازه به همان پیمانه ای که روابط کشورها گسترده و نزدیک میشوه، به همان پیمانه دیدگاه ها و منافع اقتصادی و سیاسی تنگتر میشوه. در اینجا کشورهای مثل افغانستان از این تنگی منافعی که دیدگاهی که برای منافع داره چی ضررهایی را میتونن ببینن، در حالی که اگر خودشان نتونن آماده بسازن. ما بسیار خوشبین هستم. خب ما پایتخت اقتصاد جهانی و سیاست جهانی شده میریم استاستا بر جنوب آسیا و آسیای مرکزی، و نقش ما بسیار مهمتر از نظر به نقش کشورهای دیگه که زیر سارک هستن. بغیر از هندوستان که ارزش اقتصادی بسیار بالا داره، در مقایسه با سایرین اهمیت ما هر روز زیادتر شده میره، به خاطر از اینکه ما با کلانترین قدرت‌های اقتصاد و سیاست و نظامی دنیا پیوند استراتژیک داریم و این پیوند استراتژیک فقط در کاغذ نیست. به خاطر از این است که لوکیشن ما یا موقعیت جیو اکونومیک و جیو پولیتیک و جیو استراتژیک ما طوری است که دنیا به ما ضرورت داره. مثل کمیال حاجت بسیار گپ زیاد نمیزنیم. مثلا در بدخشان یک جریب زمین در اشکاشم به $500 کس نمیخره، ولی که در می شهر نو کابل در از می جاده شما کم تو پیش برین سالنگوات است، نزدیک قوه مرکز، یک بسو زمین $4.5 million است. یعنی خود این موقعیت خودش ثروت است. ما شما در یک موقعیت قرار گرفتیم و این موقعیت ما به دلیل سقوط اتحاد شوروی اعاده شد و چین هم سیاست خود را تغییر داد، راه خود را باز کرد، دروازه باز اقتصادی را ساخت. اما اهمیت که تمدن ها را در اینجا بار آورده بود در گذشته، اما اهمیت ما اعاده شده، احیا شده. حالا ما درست است که نظر به یک کشور کوچک هستیم، ولی ما در موقعیت قرار داریم که نصف نفوس جهان را به هم ربط میدیم، از یوروشیا گرفته تا به چین. تمام این قلمرو و تا آسیای مرکزی و آسیای جنوبی همگیشان از این می کشور کوچکی که ما هستیم از اینجا عبور میکنند. حالا پس از اینکه افغانستان عضویت سارک گرفته، نقش سارک در تحولات افغانستان چی بوده و چقدر تاثیرگذار بوده در تحولاتی که در افغانستان شکل گرفته؟ در افغانستان همه چیزی که به وجود آمده بر مبنای یک اقتصاد مصنوعی است که ناشی از کمک‌های جامعه بین‌المللی است. مخصوصا منظور از جامعه بین المللی موجود آمریکاست و متحدینش است در ناتو و همچنان در آیساف و جمع ژاپن در و یک تعداد کشورهای دیگه که به حساب رقابت به ما کمک میکنن. ولی مثلا حجم کمک سارک خود چی میدونن که خود چین که حساب بکنین سالانه کمک از یا 980 میلیون دلار در سال میرسه، در حالی که در کنفرانس شیکاگو و در توکیو
امریکا و متحدینش و ما هنوز که هیچ نمیتن سال 9.1 میلیارد دلار میتن. این قابل مقایسه با اون نیست. ما بیشتر مرکز متروپولیتین یا مرکز تصامیم اقتصاد جهانی و سیاست جهانی شده میریم. طور که نام فرمودن در اینجا او با حضور قوی ما در سازمان منطقوی معکوسا متناسب است. به این معنا که ما مستقیم با مرکز قدرت جهان در تماس میشیم. و او بسیار قوی تر و نیرومندتر است نظر به اقتصاد منطقوی. سازمان سارک تصمیم دارد که برای حل این تنش ها راه و چاره بسنجد. افغانستان به عنوان عضو سازمان چی راه میتونه برای به سازمان سارک پیشنهاد بکنه؟ درک ما از مسائل ایست که ناظم نظم جهانی در کشورهای سارک نیست. اقتصاد دنیا در دست ایالات متحده آمریکا و متحدینش است. اگر چین هم در زمان منموهن سینگ به سوی اقتصاد بازار آمده و همو هزار شرکتی که دنیا را میسازند در اینجا هم آمده، در کشورهای عربی پترودلار هم آمدند، در دبی هم ساختند، قطر هم ساختند و او طرف چین ساختند. امیال در چین تولید موترهای آلمانی از خود آلمان که زیادتر است و بازارش هم خود چین است. مثلا 7 میلیون موتر سال گذشته خریده بودند، سال مالی گذشته 7 میلیون موتر تیز رفتار و همه قدر موتر در خود اتحادیه اروپا فروخته نمیشه. به این خاطر اقتصاد جهانی در حالت مدغم شدن است. این که ما ایر تصور کنیم که یک قطب جداست و یک قطب جداست، این مفاهیم کهنه است. به خاطر از این که هندوستان یک دانه موتر بنز آلمانی میامد 360% از او محصول میگرفت. حالا خود شعبه بنز 190 داخل آلمان در خود هندوستان داره. بی ام وی یا بی ام دبلیو را در اونجا داره، کرایسلر را داره، دایملر را داره، زمنس داره. تمام همی کمپانی های بزرگی که قبلا آمدن امته از او تقریبا تابو بود، وقتی که می آمد مالیات و محصول جریمه ای از پیش می گرفتن. حالا در خود چین اپل تولید می کنن با میلیون ها دانه، خودشان هم پس می خرن. اینال او در تولید ناخالص ملی چین حساب می شه، چون در موجه تولید می شه با کارگر ارزان چینایی، ولی در حساب نهایی که وقتی بیلانس های خود ایام میتن و مو ترازنامی سنتی تجاری خود میتن، با سهم خود کمپانی اپل از کلشون که زیادتر است بلد. یا از سامسونگ یا از کمپانی های دیگه. لازا اقتصاد جهانی در حالت ادغام است و مخصوصا دو قدرت بزرگ اقتصاد نوپایی که بسیار جهنده است و بزرگترین جمعیت جهان در خود دارند که چین و هند است که بیش از 2.6 میلیارد جمعیت دوجا متمرکز است. حالا پیشنهاد و راه حلی که اتاق تجارت افغانستان دارد نسبت به این مسائل چی هست؟ ما میگیم که تا مسائل جهانی ایر حل نکنه، تا امریکا امرای متحدینش پاکستان وادار نکنن و چین وادار نکنن، افغانستان معضلاتش با پاکستان حل ناشدنی باقی خواهد ماند. و غیر از او این کشورکای بیچاری بوتان و مالدیف و نیپال و سریلانکا چی کده میتونه دیگه؟ سپاسگزارم آقای سالنگی. به عنوان آخرین پرسش و خیلی هم کوتاه پاسخ میخوام، با توجه به مشکلاتی که در افغانستان وجود داره به لحاظ امنیتی، افغانستان میتونه به عنوان یک عضو سازمان سار برای حل پیشنهاد بکنه و حداقل بازوگیر باشه برای حل این چالش ها در سازمان سار؟ خب در سیاست خارجی خیلی تاثیرگذار مؤلفه داخلی است. خب وضعیت داخلی افغانستان دیگه خیلی واضح و ایداس واجد گفتن نیست که در چی حد است. حتی ما نمیتونیم یک آدمی که زبان یاد داره به قول حافظی صاحب روان کنیم در سازمان، چی برسه که ما طرح و برنامه پیشنهاد بکنیم. افغانستان فقط میتونه اتلاف وقت بکنه در این زمینه و آنچه که خوب است بر افغانستان با توجه به او تفکر امپراتوری گرایی ایالات متحده، افغانستان مستقیما وصل است به او. از این مسائل بگذره و بیشتر به مو اصل به اصطلاح بچسبه، این میتونه برای افغانستان منافع خوبتر فراهم بکنه، تا حداقل افغانستان اون ظرفیت داخلی را برای اینکه بتونه در سازمان منطقه نقش آفرینی خوبتر بکنه پیدا بکنه. سپاسگزارم از حضور مهمانان گرامی آقایان آذرخش حافظی رئیس بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان و عبدالشکور سالنگی پژوهشگر روابط بین الملل، و سپاسگزارم از شما بیننده های گرامی که بحث را تا این دم دنبال کردید. شبتان خوش، خدا نگهدارتان.